برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رانا عبدالحمید، بانوی مسلمان مصری تبار، موفق به گرفتن اولین مجوز رسمی پخش اذان از بلندگو در ایالت نیویورک آمریکا شد. با تلاش این بانوی مصری و مادرش منا البغدادی، برای اولین بار صدای اذان از بلندگوها در ماه مبارک رمضان در خیابان استوریا در نیویورک طنین انداز شد. پلیس یونان از بازداشت دو مرد پاکستانی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به یهودیان این کشور خبر می‌دهند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، این دو نفر که 27 و 29 سال سن دارند، روز سه‌شنبه 8 فروردین در پایتخت یونان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، این دو مرد قصد حمله تروریستی بر یک رستوران یهودیان در آتن را داشتند. این دو تن شهروندان پاکستان هستند اما در ایران متولد شدند. آنها دست کم 4 ماه پیش به طور غیرقانونی از طریق ترکیه به یونان رفتند. دانش آموزان و والدین در مدرسه اجتماعی مایکلا در ویمبلی لندن به رسانه ها گفتند که معلمان آنها را از انجام نمازهای واجب خود در حیات مدرسه منع می کنند. بیش از 3000 نفر تومار آنلاین را امضا کردند که از رفتار مدرسه‌ای که در حال حاضر هیچ گونه تسهیلات نماز برای دانش آموزان مسلمان خود که اکثریت پذیرش آن را تشکیل می‌دهند ارائه نمی‌کند شکایت کردند. گفته می‌شود معلمان نماز خواندن دانش آموزان مسلمان را هنگامی که مشغول به این عبادت هستند را قطع کرده و آنها را با تعلیق یا اخراج تنبیه کردند. مسجد دارالرعایه از مساجد بزرگ شهر لندن پایتخت انگلیس هر روز 500 پرسه افطار بین روزداران و نیازمندان توزیع می کند. به گفته مسئولان این مسجد، آنها سال گذشته موفق شدند در طول ماه مبارک رمضان 45,000 پرسه افطار توزیع کنند. امسال قرار است این عدد از سال گذشته بیشتر شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان ایلام با اشاره به اینکه طی ایام نوروز 100,000 نفر از طریق مرز مهران وارد عتبات عالیات شدند گفت تردد زوار در مرز مهران در مقایسه با سال گذشته 80% افزایش داشته است. وی افزود روزانه بیش از 15,000 نفر از طریق مرز مهران به عتبات عالیات تردد دارند و در مجموع در این ایام تا کنون 100,000 نفر از طریق این مرز تردد دارند.